بارسلونا با تو تیم مطرح قرار میشه. دیگه ما کمترین کاری که میتونستیم کنیم اینه که منزلمون رو جابجا کنیم. دیگه بچه است و 11 سالش از لحاظ عاطفی کم نیاره، خودمون هم مجبور شدیم که باش کوچ کنیم و بیایم. خب خودم هستم و با خودش یعنی پس نصف خانوادهتون کرمان هستن؟ نصف خانواده کرمان هستن اینجا. قرار قصه صدها هزار نوجوانی رو پی بگیرم که دوست دارم فوتبالیست بشن و همین انبوه جمعیت و کمبود ظرفیت فوتبال ما من رو از سرخوردگی نسل آینده این مملکت میترسون. شاید بتونم به جرئت بگم نزدیک 6-7 هزار فوتبال آموز پیش من اومدن و رفتن. شما الان لیگ دو رو نگاه کن ببین چند تا تیم پول نگرفته ندادن که بازیکناشون سر بازی نرفتن. من میرم بعدش تمام تلاشام میکنم، مثلا اگه مثلا حقوق یه چیزی بهم بدن تمام تلاشام میکنم یه خونه میخرم که بتونم مادر پدرم با خودم بیارم اونجا. الان شما توی کلاس درس 40 تا دانش آموزه، هر 40 تا میخوان دکتر مهندس بشن. خب این میل باطنیشونه، برای برخلاف میل باطنیشون امکان داره یکیشون شاید دیپلم بگیره بقیهشون عرض برن. فوتبال هم همینه. همه تیمای باشگاهی تهران بسته پایه تا 80-85 درصدش پول میگیرن از بچه های پایه. حالا اسم دلال بذارم روش، سودجو بذارم روش، من نمیدونم از چه لفظی استفاده کنم، ولی معمولا فوتبالی هم نیستن، آدم های خوبی هم نیستن. بین بچه ها و بین جوان ها چون این فوتبال حادثه و هیجان بیش از حدی داره و در واقع به قول یکی از استادان بزرگ ورزش میگه فوتبال استعمارگره، حتی تماشاچی ها هم استعمار میگه. علاقه هم به فوتبال مثل علاقه هم مادر.